خطر مرگ بر اثر سقوط زباله فضایی چقدر است؟ دانشمندان توی مطالعه جدید احتمال مرگ و میر ناشی از سقوط زباله‌های فضایی موشک‌ها و ماهواره‌ها رو تخمین زده و خواستار اقدام بین‌المللی همه جانبه شدن. احتمال کشته شدن یه نفر توسط زباله‌های فضایی که از آسمون سقوط می‌کنن ممکنه توی نگاه اول به طرز مضحکی کم باشه. تا الان هیچ کس به این دلیل کشته نشده. با این حال زباله‌های فضایی بعد از سقوط به زمین در مواردی باعث صدمه به افراد و ضرر مالی شدن. همراهان چنل ساینتیا سلام. اگه کنجکاوین که بدونی خطر مرگ بر اثر سقوط زباله فضایی چقدره، این ویدیو رو از دست ندید. ولی قبل از شروع ازتون میخواییم لطفاً به چنل ما سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون هم زنگوله رو روشن کنید. ورود زباله‌های فضایی طبیعی به جو زمین. جالبه که بدونین در هر دقیقه از روز زباله‌های فضایی به جو زمین وارد میشن و روی سر ما میبارن و تقریبا همگی به طور کامل از این خطر بی اطلاعی. ذرات میکروسکوپی سیارک‌ها و دنباله‌دارها به آرومی از طریق جو وارد زمین میشن و وقتی به سطح سیاره میرسن قابل رؤیت نیستن. کارشناسان میگن این ذرات فضایی باعث میشن سالانه حدود 40,000 تن گرد و غبار به کره زمین اضافه بشه. هر چند وقت یک بار نمونه بزرگتری از این ذرات در قالب شهاب سنگ از راه میرسه و شاید هر 100 سال یک بار جرمی به طول 10 متر بتونه از جو عبور کنه و باعث ایجاد دهانه بزرگ روی سطح زمین بشه. خوشبختانه به ندرت پیش میاد که اجرامی به طول چند کیلومتر خودشون رو به سطح زمین برسونن و باعث مرگ و ویرانی گسترده‌ای بشه. نمونه ای از این اجرام فضایی باعث شد دایناسورها از سیاره‌ای که اکنون محل زندگی ماست محو بشن. زباله‌های فضایی مصنوعی. زباله‌های مصنوعی که توسط انسان ساخته میشن شامل قسمت‌های مختلف موشک‌هایی که از طریق اونها ماهواره‌ها رو به مدار زمین می‌فرستیم. دانشمندان میگن که متوجه شدن خطر کوچک اما قابل توجهی با محوریت ورود دوباره زباله‌های فضایی به زمین توی دهه پیش رو وجود داره. تخمین‌ها نشون میده احتمال اینکه زباله‌های فضایی در عرض‌های جغرافیایی جنوبی فرود بیان بیشتر از عرض‌های جغرافیایی شمالیه. مطالعه جدید تخمین میزنه احتمال سقوط بدنه موشک‌ها در عرض جغرافیایی جاکارتا در اندونزی، داکا در بنگلادش یا لاگوس در نیجریه 3 برابر بیشتر از مناطق مثل نیویورک در ایالات متحده، پکن در چین یا مسکو در روسیه است. احتمال تلفات انسانی ناشی از ورود زباله‌های فضایی به زمین. دانشمندان احتمال تلفات انسانی ناشی از ورود کنترل نشده زباله‌های فضایی به زمین توی دهه پیش رو رو محاسبه کردند. با فرض اینکه هر بار زباله‌های مرگبار توی منطقه‌ای به وسعت 10 متر مربع پخش بشه، به طور میانگین 10% احتمال داره توی دهه پیش رو شاهد مرگ یک یا چند نفر در اثر ورود زباله‌های فضایی به زمین باشه. تا به امروز احتمال اینکه زباله‌های ناشی از ماهواره‌ها و موشک‌ها باعث وارد شدن آسیب در سطح زمین بشه ناچیز بود. اکثر مطالعات علمی مربوط به زباله‌های فضایی بر خطری که ممکنه ماهواره‌های از کار افتاده در مدار زمین ایجاد کنن متمرکز شدن. این دسته از ماهواره‌ها ممکنه باعث آسیب به ماهواره‌های سالم بشن و عملکرد اونها رو مختل کنن. سوخت استفاده نشده و باتری‌های فعال ممکنه به انفجار در مدار زمین منتهی بشه که در نتیجه اون حجم زباله‌های فضایی افزایش پیدا می‌کنه. با افزایش تعداد شرکت‌های فعال در صنعت پرتاب موشک و انتقال تمرکز این حوزه از سازمان‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی، بسیار محتمل است که تعداد حوادث ناشی از زباله‌های فضایی توی فضا و زمین افزایش پیدا کنه. این ویدیو هم به پایان رسید. لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنین و بهمون بگین که آیا تلسکوپ جیمز وب با زباله‌های فضایی برخورد خواهد کرد؟ خوشحال میشیم اگه این ویدیو براتون جالب و مفید بود، اونو لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.